به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. چامه رو که در آغاز این برنامه می خوانم از باز یک بانوی عارف و لطیف اندیش ایرانی است، خانم پری حکمت. شعر با احساسی خطاب به پروردگار گویا گفته دیگه، بعد سخن از شعر معلومه. میگه به من از جلال عشقت سخنی مگو، به من از جلال عشقت سخنی مگو، که دانم دو جهان به هم برآید اگرم نظر نمایی. نه گلی نه گلستانی نه چو ماه آسمانی، چه بخوانمت چه هستی، چه بگویمت چه هایی. نه رفیق و همزبانی نه کسی دهد نشانی، به چه سو نماز خواندم، به چه سو نماز خوانم، که ندانمت کجایی. ز که راه و چاه جویم، به که حال خود بگویم، که در این جهان هستی تو فقط گره گشایی. شب من دگر سحر شد، دل من ز خود به در شد، به امید آن که یک دم به سرم گذر نمایی. همه شکر تو بگویم، همه شکر تو بگویم، همه راه تو بپویم، که تو خالق جهانی، که تو لایق ثنایی. به امید دیدن تو چه شرار و شور دارم، به گلاب شستم دل اگرم ز در درآیی. همه شب به گریه خیزم، همه صبح اشک ریزم، به فدای تو کنم جان، که تو مظهر وفایی. بینندگان عزیزان، چند دو سه روز پیش آگاه شدم که حسن نزیه، مرد پاک و نستوه و بزرگوار و از ملت گرایان پرکار ایران، که به هنگام ستیزهای ملت ایران در زمان دکتر محمد مصدق کوشنده خستگی ناپذیر بود، و در آغاز فتنه خمینی که کابینه مهندس بازرگان بر سر کار آمد، زمانی اندک آقای حسن نزیه سرپرست شرکت ملی نفت ایران بود و اداره اون شرکت رو به عهده داشت. ایشان چشم از جهان فرو بستند، روانش شاد باشه که مردی پاک بود و دلاور، هم پاک بود و هم دلاور. در گذشت او رو به خانواده گرامیش، به خانواده نزیه و یاران جنبش ملی شدن نفت ایران تسلیت میگم و شکیبایی ایشان رو از درگاه خداوند بزرگ خواستارم. همیهنان، برنامه تاریخه و هم اکنون در درازای تاریخ، در گذر تاریخ، حادثه‌ای رخ داده که با رویدادهای این 32 ساله اندکی فرق داره، و اون این است که یک شورایی درست شده به نام شورای ملی ایران. خب این شورای ملی ایران هم زمانی درست شده که ملت ایران خیلی آگاه تر از قدیم هستن، و هم برخورد مردم و همچنین حضور شاهزاده رضا پهلوی در این شورا مسئله رو حساس‌تر و ژرف‌تر کرده. مشکلاتی در اساسنامه شورا بوده و هست که البته اگر ما خرده می‌گیریم، این خرده‌گیری از راه دوستی و عشق به میهنمونه، به ملتمونه، به سرزمینمونه. گروهی که براشون انسانیت و مهر و دلبستگی به میهن وجود خارجی نداره، گروهی که از دیدگاه آسیبی که به ملت و به جوانان میزنند در رده بیماران روانی به شمار میرن، اینها در برابر ما ملت قرار گرفتن. و اکنون میشنویم که شورایی درست شده که میخواد
این مسئله رو جنبش و تحرک بیشتری بده. ولی چه جور؟ در اون مورد اندکی سخنه که من امروز رو به این کار ویژگی نمیدم، برای که برنامه دیگری داریم. تنها یک نامه ایست از همبستگی ایرانیان، یک سازمان دیگری است به نام همبستگی ایرانیان، درباره این شورا رسیده. و چون پریروز در گفتاری که میان تلویزیون پارس و آقای به نام امید مهر، دکتر امید مهر انجام شده بود و ایشون سخنانی گفتند که از آنتن و از دوربین‌های تلویزیون پارس پخش شد، این است که این سازمان همبستگی ایرانیان درباره شورا نامه‌ای رو برای من فرستاده. چون در اون روز من هم سخنانی در این زمینه گفتم. نوشته: سرور انقطاع، سخنان شما از دل هر ایرانی خردمند و میهن پرست برمی آمد. به دید من این حرکت از زمانی که میهن دوستان را کنار زدند، یعنی از نیمه آگست، که البته این نظر شوراست، من دارم میخونم، نظر ما نیست، ولی به هر حال یک سازمانیست که داره اظهار نظر میکنه و نکته هایی درش هست که شایسته است همه ملت ایران بدونم. در نیمه آگست که میهن دوستان را کنار زدن و سکان کار به دست یک سری افراد دیگر افتاد، به بیراهه رفت و بدبختانه دیگر راه بازگشتی بران باقی نمانده. و بعد یه مقدار توضیح دادم. حالا بعد نوشتن: خواهش میکنم این سه پرسش را از شخص آقای امید مهر که یکی از بانیان تشکیل باند کمیته موقت و اخراج بسیاری از نخبگان ایرانی و میهنگرای از این حرکت در شورا بود بپرسید. باز دارم میگم هم میهنان، این نظریست که یک سازمان داره میده، فقط پرسشاش جالب توجه. یک: چرا ایشان، منظور آقای دکتر امید مهره، چرا ایشان در طول سه دهه کار کرد در خدمت جمهوری اسلامی و در اصل همراهی و همکاری با رژیم جمهوری اسلامی و نظاره‌گر بودن بر جنایات این رژیم و یا حتی احتمالاً همکاری در آن جنایات از این رژیم جدا نشدند، اما به محض وقوع جنبش آزادی مردم ایران در سال 1388 به خاطر دست بردن در انتخابات به گفته خودشان از این رژیم بریده و جدا شدند؟ مگر پیش از سال 1388 رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی وجود نداشت و مگر این رژیم جنایت نمی کرد؟ آیا ایشان خودشان را ملزم به حضور در دادگاه مردم ایران برای پاسخگویی به مردم ایران برای آن سه دهه همکاری با جمهوری اسلامی می دانند؟ دو: چه تضمینی هست که ایشان و همراهانشان در این کمیته تشکیل شورا که یا رسماً از مهره‌های پیشین جمهوری اسلامی بودند و یا اینکه پس از بروز جنبش 1388 از هواداران رهبران اصلاح طلب جنبش بودند و هستند، مانند آقای رضا پیرزاده که نماینده آقای موسوی در کنگره دموکراسی خواهان سبز در خارج از کشور بودند و پس از ورود به ایران با روابطی که ایشان، یعنی آقای پیرزاده، با سران نظامی به ویژه در سپاه پاسداران و نیروهای وزارت اطلاعات، یعنی سربازان گمنام امام زمان، دارند، دوباره حکومت را به دست نگرفته و پس از یک عملیات سرکوب همه میهن‌پرستان را دوباره آواره خارج از کشور و یا حتی زندانی و اعدام نکنند. یعنی میگه چه تضمینی به من میده که بعد از اینکه این شورا و این ملت ایران پیشرفت کرد و موفق شد، حالا اون خودش مبحثی است که چطور این زنگوله رو میخوان به گردن گربه ببندن که با رأفت ملی و با آرامش و بدون خشونت بتونن آخوندی رو که مثل گرگ چسبیده به پایه های استقلال مملکت ما از ایران خارجش کنن. میگه حالا این آقا چطور تضمین میده که این دوباره همون حقبازی هایی که خمینی و یارانش کردن و انقلاب رو از دست ملت ایران رو بودند، ایشون دوباره این کارو نکنه. سه: آیا حضور افرادی مانند آقای امید مهر، آن هم در رأس اپوزیسیون ایران، در قالب این شورا امری است درست؟
و یا اینکه نباید تا آنجا که میشود از تاریخ پند گرفت و از حضور این گونه افراد در صحنه اپوزیسیون خودداری کرد. آیا ما در اپوزیسیون دچار کمبود نخبگان هستیم یا نه؟ این پرسشی است که نامه سازمان همبستگی ایرانیان شده بود و من فقط برای آگاهی ملت ایران اون رو خوندم. و اما میریم بر سر اصل مسئله برنامه امروز ما. همینا از همه جای ایران صدای اعتراض و خشونت و ایستادگی در برابر مشتی ملای مفتخور گشاد جیب که هرچه در جیبشون میریزن پر نمیشه برپاس و ملت ایران به هر طریقی در هر جایی داره این نفرت خودش رو از این تشکیلات و از این رژیم و از این رده و قشن بیکاره و مفتخور میگیره. به هر طریقی خبری رو من پریروز دیدم که در یکی از شهرهای شمالی ایران و در شهمیرزاد، من از آقای وارتان خواهش میکنم اتاق فرمان رو یک کمی آرام کنم. آقای وارتان، اتاق فرمان شلوغه. در شهر شهمیرزاد اتفاقی افتاد که در میان خبرهای ریز و درشت این کشور بی سامان ما، از گران شدن ارز بیگانه، از دمیدن از رژیم در بوغ‌های انتخاباتی و از حادثه ضد خرابکاری برای ضد امریکایی برای اون فیلم محمد که به دید من بسیار فیلم بی پایه و مزخرف و سطح پایینی بود و اینا بهانه دستشون افتاد که این جنجال ها رو بکنن و جنایاتی رو در این گوش این سو اون سو به عنوان اعتراض انجام بدن. به هر رو از اینا رو که بگذریم، یه خبری نظر منو به خودش کشید که شایسته دیدم اونو زیر بررسی بذاریم. پیش از این که این خبر رو من دنبال کنم، چون یه اشاره به فیلم محمد پیامبر کردم، شایسته میدونم که در این باره یک بار دیگر بگم و همه سخن ما، هم میهنان، همه اعتراض ما، همه دشمنی ما با جمهوری اسلامی سر همینه که جمهوری اسلامی سکولار نیست. جمهوری اسلامی به درون مغز شما کار داره، به درون صندوق‌های خانه شما، صندوق‌خانه‌های شما کار داره. همه اینها برای این نیست که ما باید احترام بذاریم به خواست و باور همه انسان‌ها. بنابراین آزادی عقیده، عدم اهانت به ملت، به مذهب دیگران، همه اینها جز اون چارچوب سکولاره که بزرگ منشی و انسانیت ملت ایران و هر ملت پیشرفته‌ای رو نشون میده. حالا با تهیه چنین فیلمی که بسیار هم گفتم بچگانه و ناقص تهیه شده بود، ما به همون اندازه‌ای که به باورهای خودمون دلبسته‌ایم، باید به باورهای مردم هم احترام بگذاریم. اصولاً فایده این گونه فیلم‌ها و این گونه کارها جز آشوب و بعد بهانه دادن به دست تروریست‌ها و آشوبگران و شانتاژ کنندگان کار دیگه‌ای نمی‌کنه. اون وقتی است که آقای خامنه‌ای صداش میاد بیرون. آقای خامنه‌ای که تا پیروز توی لاکش خزیده بود و درباره گرانی و بدبختی مردم صداش در نمیاد، ناگهان در این مورد صداش در اومد و تنها حرفی که میزد این است که برید زید بیرون، داد بزنید، فریاد کنید، فلان کنید. چی؟ برای چی؟ هم اون کار بده، هم کشتن سفیر آمریکا بده، هر دوش بده. چه ربطی این دوتا به هم داره جز این که بخواین کینه توزی بکنید؟ به هر رو با این کارها بهانه به دست آشوبگران ندهیم و تندروان و اراذل و اوباش رو در راه مقصود خودشون جریتر نکنیم. ولی خبر
هنوز خبر رو نگفت. در شهر شهمیرزاد که در استان سمنان جای داره، حالا من نمیدونم چطور شده این در مازندران چطور در تقسیمات کشوری رفته جز استان سمنان شده، از این کارهای ندانم کاریهای آخوند همه چی برمیاد. به هر حال در شهر شهمیرزاد که فعلا نوشتن در شهر در استان سمنانه، چند روز پیش یه حادثه رخ میده که در خور نگرش. آخوند امام جمعه مسجد این شهر به نام حجت الاسلام سید علی بهشتی، این آقا، حالا من داستان رو که بگم میبینید چقدر از خود بیخبره، چقدر اینا آدم های از خود راضی و متکبر و ناآگاه هستن از این که اصلا ملت ازشون نفرت داره، ولی خودشون اون همه بالا میدونن. این آقای حجت الاسلام از همون روحانیون بیکاره و مفتخوری است که به فضولی در کار مردم میگه امر به معروف و نهی از منکر. اصلا خود این لغت امر به معروف و نهی از منکر فضولی در کار مردمه. ایشون از طرف دو تا دختر دلاور و به گفته خود آخوندها و ایشون بدحجاب مورد حمله قرار میگیره و میزننش. چرا؟ دختر که مرض نداشته که داره میره اینو بزنه. زمانی که ماجرا اتفاق میفته، خبرنگاران از آقا میپرسند که جریان چی بوده. میگه من از طرف دو دختر بدحجاب. ما این لغت رو نفهمیدیم چرا بدحجاب با بیحجاب و محجبه چه فرقی داره. ما تا حالا شنیده بودیم یا یه نفر حجاب داره یا بیحجابه، دیگه بدحجابی از این اختراعات مزخرف آخوندیه. میگه من از طرف دو تا دختر بدحجاب مورد حمله قرار گرفتم و اکنون قادر به راه رفتن نیستم. عجب مردیه که دخترها زدنش، حالا میگه قادر به راه رفتن نیست، خودش به مشمردگی زده. چرا حالا میخواد سوء استفاده کنه از این مسئله؟ حالا میخواد جیبشو پر کنه. جیبش هم که ماشاءالله همچی کوتاه نیست که، جیبهای گشاده بلندی داره. بر خبرنگار ازش میپرسه که این انگیزه این مسئله چی بود و این رو لطفاً به ما بگی. حضرت حجت الاسلام میفرمایند از اونجایی که من قصد داشتم در ماه مبارک رمضان در مسجد شهمیرزاد به روی مؤمنان بسته نشه، برای اقامه نماز عازم مسجد شدم. اولا چرا در مسجد بسته بشه؟ مسجد درش وارد باشه. ولی ایشون منت سر نمازگزاران میذاره. حالا توضیحات بعدیش هم میبینی که چقدر آقا منت میذاره سر کسانی که میان پشت سر ایشون که اصلا قابل اعتماد هم نیستن وای میسن. اونها خب از ایشون نادانتر و ساده اندیشترن. به هر حال میگه برای اینکه در مسجد بسته نشه، اولین منت رو سر خدا میذاره و مؤمنان بتونن اونجا نماز بخونن، رفتم که در مسجد نمازمو بخونم. در راه رفتن به مسجد بودم، دو دختر جوان که حجاب درستی نداشتن، من نمیدونم توضیح آقا ندادن که حجاب درست نداشتن یعنی چی، در حال گذر بودن، دخترم داشتن میرفتن. فضولی آقا گل میکنه دیگه، اصولا امر به معروف یعنی فضولی. به یکی از آنها محترمانه تذکر دادم. آره تو هم محترمانه تذکر دادی. محترمانه تذکر دادم، گفتم خانم خودت را بپوشان. به تو چه مردک؟ یکی از آن دخترها گفت تو چشمانت را ببند. عجب محکم جواب داد، عجب منطقی جواب داده. مرد که تو حق نداری اونو نگاه کنی، تو نگاه میکنی خوب لذت بصر میبری، بعد خانم خودت را بپوشان. دختر گفت تو نگاه نکن. یعنی این بهترین پاسخی بود که میشد. این حرف برای من سنگین بود. آقا دوزی میدن که بله به ایشو برخورد، ایشون همه آخوند خیال میکنه کشور ایران رو خریده، مردم ایران غلام و کنیزاشن، به من برخورد و برام سنگین بود. بسیار ناراحت شدم و متاسف شدم، متاسفم شدن.
که بد حجاب ها در این روزها خواسته باشند به آمرین معروف و ناهیان از منکر امر کنند که چشمانیتان را ببند. نه میخوام چشمان به زل بزنم و چاک سینه تو رو ببینم، اما خانم خودتو بپوشو. این حقه بازی شده دیگه. برخورده به چرا دختره حرف منطقی زده، گفته آقا خودتو بپوشو. و این بود که دوباره تذکر دادم که خانم خودت رو، البته دروغ میگه، دفعه دوم حتما یک ناسزای وقیحانه و بدی گفته به دخترها که اونها رو عصبانی کرده، وگرنه اگه خب خانم خودتو بپوشون دخترم باید بگه خود تو چشم ببند و میرم. ولی این بوده که دوباره امر کردم، یعنی دوباره فضولی کردم. اما آنها نه تنها خودشان رو نپوشانیدند بلکه به من توهین هم کردند. ولی نمیگه این توهین چه توهینی بود، بگو مردک تو اگه راست میگی، اگه معتقدی پیش نمازی، امام جمعه ای، چه توهینی کردم به تو؟ نگفته. از آنها خواستم که دیگر توهین نکنن. همین تو گفتی دیگر خانم توهین نکنی، اونها هم شروع کردن به فریاد زدن و تهدید کردن. آخه یه آدم عاقل وقتی حرفای تو رو بشنوه میفهمه همه دیگر حرفایی هم که بالا منبر میزنی به همین پرت و پلاها و بی منطقی ها و بی استدلالی ها. تو به ایشون گفتی خانم خودتو بشون، گفته چشتو تو چشتو با. بعد دوباره به قول خودت تکرار کردم حرفمو و گفتم به اونها بهم توهین کردن. من به اونها گفتم توهین نکنید، ناگهان جیغ و فریاد زدن و به من حمله کردن. یکی از اونها منو هل داد. آقا از بس مف خورده، از بس نه اهل ورزشه نه اهل رافتن، بخوره و بخوابه و حالا به بقیه مسائلش هم میرسیم، مف بخوره و مف بخوابه و کاری هم نشته باشه جز بره 10 دقیقه اونجا نماز بخونه و برگرده، خب معلومه این آدم یه لشیه دیگه، همچین سنگینه. حالش که داده یا یه دختر ظریف اینو هل داده، این خورده زمین و میگه دیگه نتونستم پاشم. یا دروغ میگه برای اینکه از اینا اخاذی کنه، یا اینکه واقعا انقدر این آدم سست و مفتخور و بیکاره و ضعیف و ناتوان بوده که افتاده دیگه، از چیزا ندیده بوده، این اهل کار نیستن که. و دیگر نفهمیدم چه اتفاق افتاد، فقط ضربات لگد این دخترها که به جانم افتاده بودن و به من توهین میکردن حس میکردم. آره فقط حس میکرد لگد داری میخوری و پایم نمیشود. آ چرا بزننت؟ چرا؟ بهش گفتی خودتو بشو بود برو چشتو بود بره. حالا تو بهشون اهانت کردی، عصبانی شدن دیگه، مردم به اینجاشون رسیده. حالا ما تعجب گروهی پیدا میشن میگن با اینها باید با رأفت ملی صحبت کرد. چه رأفت ملی؟ اصلا اینا ملت نمیشستن، ملی نمیشستن که رأفت داشته باشید باشون. به هر روی هر کی این خبر رو خونده گفته دستشون درد نکنه، اقلا یکی دو جا دیده میشه این انفجارها. و پاسخ آدمی که فضوله و گستاخه جز این نیست که این جواب رو بهش بدن و بزننش. حجت الاسلام سید علی بهشتی سپس چنین ادامه داد: هنوز جای کتک ها داغ بود، با همان حال به مسجد رفتم و نماز جماعت را امامت کردم. حالا اینجا دیگه خود در واژه ها دقت کنید، میگه داغ بودم پا شدم. چطور؟ تا حالا که لگد میخوردی پا نمیشدی، حالا به خاطر اینکه بری و اون پوله رو، چون میدونید اینا هر دفعه که نماز میخونن مثل که 150 هزار تومان میگیرن، مثل اینکه نداره بهشون پول میدن دیگه، انجمن ستاد اقامه نماز جمعه داره، امامان جمعه هستن، دکون باز کردن، فصل شغل درست کردن، اداره درست کردن، ستاد درست کردن، برای که پول ملت رو بچپن. اگه واقعا ملت دوستتون داشتن چه احتیاج داره تو پول بگیری مردی که بذار بیان پشت سرت نماز بخونن و برن. پس نمیان، به زور میخواین ببرن اینا رو، باید به پولی بهتون بدن که حق و زحمتون باشه دیگه. بعد با همون حال رفتم مسجد تا ثواب این کار برای دیگران ضایع نشه. یه چیزی هم طلبکار شد، از اونایی هم که میان نماز میخونن طلبکار شده. این گفته رفتم مسجد امامت رو کردم که ثواب به اونا برسه،
منت سر اونا گذاشته. چرا؟ چون میدونی که آخوندهای قانونی واسه کردن که هر کی پشت سر امام جماعت مسجد یا هر جا نماز بخونه حرفم نزنه جزء نماز حساب میشه. عجب احمقایی ها. من پای پشت سر یه آدمی که نمیشناسمش، مفخورم هست، مسلمون واقعی هم نی، وایسم هیچی هم نگم، آخر سر اون باره نماز پای من بنویسن. خیلی مسخره. به هر حال این میگه من رفتم نمازم رو خوندم. خب معلومه نمیخواد دکونش تعطیل بشه. بعد از نماز کارشو تموم کرده دیگه، پوله رو میدونه الان صورت داده نمیشه. بعد از نماز از حال رفتم، لگد رو به تو زدن، جیغو هم زدن، دادم زدن، کتک تو زدن، نمیتونستی پاشی. بعد که اونا رفتن پاشدی، باید بری نمازم بخونم دیگه. نمازه رو که خونده دیده خب کار تموم شده، پوله رسیده دیگه، میره تو حسابش. این بود که اون وقت از حال رفتم. چرا؟ چون حالا تازه باید نقش بازی کنه. وقتی به هوش آمدم، بیچاره با دو تا لگده دو تا دختر خودشو به موش بردگی زده و خجالت هم نمیکشه که حالا فرض محال که اینا لگد زدن. لگد مگه دختر چقدر جسته چیزی که لگد بزنه تو نرقول از بین بری؟ به هر حال وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که اورژانس مرا به بیمارستان 15 خرداد برده و 15 خرداد همون مهدی شهر. مهدی شهر یه شهر دیگه است، حالا همطور اسم میذارن، من نمیدونم اینا اسمای اصلیشون این شهرها چی بوده. منتقل کردم و چون حال مناسبی نداشتم، آره هر با پدرت حال مناسب نداشتی، گفتم مرا به بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان اعزام کنم. خیر، حضرت آقا جیب گشادی برای این کار دوخته بودن و نمیخواسته به این زودی بره خونه، که این بوده که این برای این حادثه رو میخواسته کش بده. سه روز در بیمارستان بستری بوده، در اون بیمارستان امیرالمؤمنین، اسم بیمارستان ها رو ببینید، بیمارستان امیرالمؤمنین بستری بودم. در این سه روز من نمیدونم که چه کسی رفت امامت رو انجام داد که ثواب اونا از بین نره. ثواب خود اینا که همیشه اصلا ثواب دهندن، جیبشون پر ثوابه، پخش میکنن. ثواب دهنده معلوم نبوده تو اون مسجد اون سه روز کیا پیش نماز بودن. پزشکان تشخیص کوفتگی مهره های کمر رو دادن. دکتر نگاه کرد گفت چیزی نیه، کوفتگی مهره است مسئله. یعنی سه روز هم به بنده استراحت دادن. خب سه روز هم کشیده بوده دیگه، یعنی سه روز هم خوابیده بوده دیگه. بعد نوار قلب تهیه شد. من نمیدونم نوار قلب چه ربطی داره به کوفتگی مهره های کمر. این نیست جز این که هی گفته آقا یه کارهای دیگه هم برای من بکنی. و دکتر البته حواسشون جمع بوده، میدونید در این چون زمانی در ایران که من بودم بخشی از کار اداری، من چون در دادگستری بودم به همین چیزا، به این روزهای استراحت اهمیت داده میشه. وقتی میگن سه روز استراحت و کوفتگیه، یعنی هیچ، یعنی قاضی نگاه کنه میبینه این چیز مهمی نبوده، قش کردم و نمازم که تموم شد افتادم و یا تا من یه پس حالا مینویسه یه پسر مسجدی بلند کرد منو برد تو مسجد، اینا اونا رو دیگه اضافه کرد. و بنده در حال حاضر، حالا داره شهر میده برای خبرنگاران، بنده در حال حاضر غذا خوردن و حتی احتیاجات شخصی خودم رو با کمک همسرم انجام میدم. احتیاجات شخصی لطفاً همه احتیاجات شخصیتون رو به همسرتون واگذار کنید و چشم بد به دختران مردم نداشته باشین و از این فضولی ها کمتر بکنید. حضرت حجت الاسلام علی سید علی بهشتی افزود نباید مسئله برخورد با بدحجابی رو کم رنگ کنید. دکان دیگه میگه اصلا کشور از دست رفته، پول ایران در حال سقوط آزاده، مردم از گرسنگی و گرانی به جان آمدن، حد اعتیاد به مواد مخدر به سن 11 سال 12 سال رسیده، مرز فحشا در مورد دختران به 13 سال و 12 سال رسیده، همه چیز از میان داره میره، مردم در آتش میسوزه، آقایون چسبیدن به بدحجابی. موی دختر از زیر روسری اومد بیرون و تمومه. تا
تمومه. میگشت قیامت آشکارا، مردم همه میجهنم میدن. بنابراین اومدن این تیکه رو بله میکنن. اعلم الهدا یک دونه از آخوندهای توفاله مشهد، امام جمعه مشهد، شهر به اون بزرگی، میگه اگر یک دونه از موی دختران از زیر روسری بیرون باشه، خون 10 تا شهید پاماله. حالا ببینید چه خونا پاماله. باری او افسود که نباید مسئله برخورد با بدحجابی را کمرنگ کنیم و سپس سخن را دنبال کرد و گفت یک جوان مسجدی بعد از اینکه دختران را مرا زدند و رفتن، اون دختران را شناسایی کرد. اینجا میگه دختران را شناسایی کرد و با اینکه از لحاظ روحی و جسمی بدترین روزهای زندگیم بود، دیگه بدترین روز زندگی نمیدن، چقدر مف خورده و خوابیده و یللی تللی کرده زندگیم بود، ولی شکایت نکردم. چرا شکایت نکرده؟ برای که چیزی نبوده، که گذاشته بگذره، غافل از اینکه دکتره کار خودشو کرده. شکایت نکردم زیرا چون دکتره برداشته بوده، گفته بود کوفتگی کمره. اما چون معتقدم که اجر درد کشیدن و ناراحتی من در قبال انجام وظیفه، آره جان مادرت، با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، یعنی این دردی که میشم اصلا جهاد در راه خداست، ولی اگر دادستان و مسئولان قضایی، حالا به دادستان هم داره دستور میده، اگر دادستان و مسئولان قضایی خواهان برخورد با این اهانت کنندگان به لباس شریف، خیلی شریفه، اصلا نجس شده از نظر مردمی لباس، به لباس شریف روحانیت و سادات و از همه مهمتر به دستورهای اسلامی رفتار نکنن، من حرفی ندارم که دادستان دنبال این کار رو بگیره. از ایران میخواد یه پول در بیاره دیگه. تا مقدمه ای باشد برای وضعیت اسفبار حجاب اسلامی در شهر شهمیرزا. حجت الاسلام سید علی بهشتی در پایان سخن خودش میگه ولی هنوز کسی از طرف پاسگاه شهمیرزاد، نه از طرف پاسگاه شهمیرزاد، نه از طرف ستاد برگزاری نماز جمعه، نه از سوی دادستان، هیچ کس نزده من نیامده. چون خیال میکنه فاتح جنگ استالینگراده، حالا باید بیاد براش طاق نصرت ببنده. البته بسیاری از روحانیون شهر، این از خود بیخبر بودنه دیگه، بسیاری از روحانیون شهر و همکارام و فرای دیگرش به دیدنم آمدن که از همه آنها سپاس گذارم. ولی جای تعجب است که دادستان شهر و ستادهای امر به معروف دوباره میگه و نهی از منکر شهرستان و شهر و شهرستان و استان کشور ایران رو یادش رفت بگه، قاره آسیا رو یادش رفت، سازمان ملل متحد رو یادش رفت بگه، هیچ کس خبرم رو نگرفته. برای که همین هم دکترها کار خودشونو کرده بودن، اون چیزی که نوشته بود یعنی این که چیز اصلا مهمی نی. وقتی خبرنگارای نمیشنون میرن نزد دادستان شهر، از دادستان میپرسن که جریان اینه، اینطور، این حجت الاسلام اینطور کده، شما چه کاری تا حالا کردید؟ دادستان گفته من مجاز نیستم به شما حرف بزنم. برای که چی کاری نکردم؟ برای کاری نباید بشه. ولی دیدی بگه که نه چیز مهمی نبود، حالا باید با آخوند درگیر بشه. این بود که گفته که چیزی نبود. این یه نمونه است از وضعیت مردم، نفرت مردم از این گروه دستاربندان مفتخور جنایتکار. من از دوست ارجمندم آقای وارتان خواهش میکنم آگهی‌ها رو پخش کنم. بینندگان ارجمند، چند خبر کوتاه هم دارم تو این 10 دقیقه. اصلا نامشو ما گذاشتیم خبرهای کوتاه با معناهای بزرگ. آخوند قرائتی رو همه تون میشناسی، یک آخوند پررو وقی، معلوم اصلا از اون آدم های در دوران جوانی چه ناهنجاری هایی داشته خدا میدونه. ایشون که مثل همه آخوندهای دیگه چند روز پیش سخنانی گفته، روحانیت، خبر کوتاه ولی معنا خیلی داره، روحانیت باید در خندانیدن مردم تلاش کنه. تا حالا کارشون گریه بود که،
گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خدا. چطور حالا یاد خندوندن مردم افتادید؟ برای اینکه دیدن مردم خون اینا تشنه. او افسود بسیاری از افراد را میتوان از راه بیان و گفته های شیرین جلب کرد. دین آقا رو باش، وعظ آقا رو باش، میخواد با قصه مردم چیز کنه. و جا دارد که حوزه علمیه در این راستا سایت خنده راه اندازی کند. سایت خنده، چون خنده و گریه به اندازه هم قابلیت جذب دلها رو داره. آقای قرائتی به خودتون زحمت ندید، مردم به اندازه کافی از حرفهای ابلهانه و احمقانه و استدلالهای بیپایه شما میخندن و برخی از سخنان شما آخوندها آدم رو از خنده روده بر میکنه. میگید نه من الان یکی از اختراعات زیر فرمان ملاها رو از آقای وارتان خواهش میکنم بذاره رو پرده تلویزیون، ببینید این ساعتی است که اینا اختراع کردن. یعنی اختراع نکردن، ابتکار کردن، دستور دادن براشون ساخته شده. این ساعت به جای 12 نمره 12 تا امامو نوشته. 1 علی، 2 حسین، 3 2 حسن، 3 حسین، 4 سجاد نوشته. چون اگه می نوشته علی، چون اسم امام زین العابدین علی بوده، سجاد لقباشو نوشته. 4 سجاد، 5 باقر، 6 صادق، 7 کاظم، 8 رضا، 9 جواد، 10 هادی، 11 عسکری، 12 مهدی. حالا از شما میپرسن ساعت چنده؟ این ساعت الان به ساعت معمولی، به ساعت حسابی اگه حساب کنیم 20 دقیقه به 6. ولی وقتی از این ساعت ها مدشه میگن که رضا دقیقه به ساعت صادق مونده. رضا دقیقه به ساعت صادق مونده، یعنی 20 دقیقه مونده به ساعت 6. یا حالا فرض کنید اگر 5 دقیقه مونده باشه به 6، میگن عسکری دقیقه به ساعت صادق مونده. آیا خنده نداره؟ آیا آدم از خنده رو دوباره میشه از این ابتکارها؟ سپاسگزارم. آخوندی به نام ناصر تقویان داریم. این کارشناس مذهبی تلویزیون ایران در مشهد. شغل رو ببینید یارو آخوند. مردک تو آخوندی، حالا کارشناس مذهبی شدی برای که از این لغت مذهب استفاده کنی. طی سخنان گفته که در ایران اسلامی خیلی از مردم گرسنه‌اند. چه عجب، یادت افتاد. در ایران اسلامی خیلی از مردم گرسنه‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی باید چشم‌های خود را باز کنند. و سپس افزود من قبول ندارم کسانی که میگویند ما گرسنه نداریم. آخه میدونید که این اشاره به اون چیزی که حالا براتون میخونم. خیلی از مردم ما به راستی گرسنه‌اند و شما حواستان به آنها نیست. آقای رئیس، منظورش رئیس جمهوره، چون اینم حتما جزء اون دسته مخالف، اگه نه دهنشو باز نمیکرد از این حرفا بزنه. احمدی نژاد در اسفند سال پیش گفته بود در ایران از جمله کشورهای معدود جهانه که در اون هیچ کس به نان شبش محتاج نیست و هیچ کس گرسنه نمیخوابه. ایشون میگه چشاتو باز کن. گروهی به نام فعالان دینی و فرهنگی، این سازمان، از این سازمان ها به قول معروف خدا تا تو ایرانه. از این هر چی گیر آوردن آخوند و چپوندن اون تو از 4-5 جام پول میگیرن و اینا یه پولی میگیرن، پول ملت بیچاره رو، غیر از این که به فلسطینی ها میدن، غیر از این که به حزب الله هم میدن، همه لبنان هم میفرستن، اینجوری هم جیب مردم رو خالی میکنن. حالا این گروهی که نامش فعالان دینی و فرهنگیه، اومدن اعلامیه دادن که برای یافتن نشانی شاهین نجفی، هم میهنان حتما آگاه هستن، این نام رو میشناسن، یک جوانی در آلمان یه ترانه خونده که میگن به امام نقی برخورد. اولا 99% مردم امام نقی نمیدونن کیه. برید شما از دوستان تو بپرسید، از خانوادتون که همه میگن ما مسلمونیم، بگی امام نقی، امام چیه، کجا امام، یا امام نهم. حالا من هر دو رو گفتم برای اینکه خود شما بدونید، شاید شما ندونید. به هر حال این اومده یه شعری ساخته
که میگن اهانت به امام نقی. یه آخوند توفاله فسیلی که از رو دوشکچش اجوا پا نمیشه تو قوم نشسته، یه دو خطی نوشته که ایشون مرتد و ملحد، خونش واجب. علنی، ببینید علنی در دنیای امروز دارن دستور ترور میدن، خلاف دادگاه، خلاف حکم قضایی، خلاف داشتن وکیل، خلاف همه چی، خلاف آگاهی، خلاف دلایل، هیچی بدون دادگاه دارن حکم کشتن میدن. به گزارش خبرگزاری نسیم، این سازمان فعالان دینی و فرهنگی برای یافتن نشانی شاهین نجفی خواننده ایرانی مبلغ 10,000 دلار فقط برای یافتن نشانی جایزه تعیین کرد. این سازمان از کجا این پول آورده؟ چرا پول ملت رو به اینا میدید؟ اینا چه کارن؟ چه تاجی بر سر این ملت زدن؟ شما ببینید پول ملت ایران رو میگیرن، یه هنرمند ایرانی رو در اون گوشه جهان میخوان پیدا کنن بکشنش. اصلا قابل توجیه نیست به هیچ وقت. این گروه از مردم خواسته که هر کس نشانی از این خواننده پیدا کند و به ما ایمیل کند، بعد از اجرای حکم درباره شاهین نجفی توسط هر شخصی که این نشانی را در اختیار ما قرار داده و یا ایمیل وی را به ما داده و با تماس گرفته، پاداش به هر حسابی که پاداش را به هر حسابی که وی معرفی کند واریز خواهیم کرد. این که اینجوری داده، اون یکی سازمان برای اون غلطی خمینی کرده و اون سلمان رشدی رو محکوم به اعدام کرده. یعنی چقدر اینا از خودشون بیخبرن؟ یارو تبعه کشور انگلستانه، کشور دیگه، تو قوم نشستی میگی برای این دورا بکشید؟ تو که نخوندی کتابشو، به چه دلیل این کارو کردی؟ حالا اونو تا حالا که هرچی پول اضافه کردن هیچ کسی این کارو نکرده، تو دهنی هم بهشون خورده، ولی حالا 500,000 دلار اضافه دارن میدن که برن سلمان رشدی رو بکشن و میگن اگه اونو کشته بودیم این خواننده دیگه نمیخوندیم. استدلال ببینید چقدر محکمه. و آخرین خبر کوتاهی که براتون میخونم، محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان روز آدینه گذشته در شهر اصفهان گفت مسئولان آنطور که باید نسبت به بیهجابی حساسیت نشان نمیدهند و مراجع تقلید از دولت در این باره ناراضی هستند. آخه منظور مراجع تقلید چی کارن؟ چقدر اینا پر روی میخواد؟ 4 تا آخوند نشستن اونجا به دولت دستور میدن آقا چرا بیهجابی رو، مبارزه با بدهجابی رو درست انجام نمیدی؟ مراجع تقلید از دولت ناراضی هم. حالا اصل حرفشون همینه که اینا چرا دولت، چرا مامورین انتظامی، چرا پاسبان ها، چرا اینا جلوی بدهجابا رو نمیگیرن؟ بابا اینا آخوند نیستن که، اینا جزء فرزندان ملت ایران هم، ژاندارم، پلیس، هرچی هست، جزء فرزندان. اینا نمیخوان اذیت کنن مردم رو. اون شما هستید که سادیک دارید و بیمار روانی هستید. به هر روی ایشون، یعنی این آقای محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان، گفته که ناراضی هم. وی همین آقای رهبر در مجلس 8 نماینده مجلس بوده، آقا رئیس فراکسیون روحانیون مجلس بوده، ایشون در سخنانش گفته بیهجابی به قدری عادی شده که برای مسئولان دیدن موهای زنان و آرایش چهره های ایشان و لباس های تنگ و چسبانشان طبیعی شده. یعنی من واقعا آفرین به این دختران و زنان. 33 سال آخوند هار رو به نفس نفس انداخته و اینا هم میگه که حالا طوری شده که دیگه زنات توالت کنن، آرایش کنن، موهاشون رو از زیر چیز بیرون بیارن، لباس های تنگ و چسبون بپوشن، دیگه برای ماموریت انتظامی عادی شده، کارشون ندارن.
و هیچ تلاشی برای رفع آن نمی کنند. انگار نه انگار که جمهوری اسلامی پرچمدار این دین در دنیاست، دینی که شما پرچمدارش باشی. وی افزود مردم حرف اولشان، اون آقا گفته اون آخونده، افزود که مردم حرف اولشان ایثار و شهادت است. اگه مردم حرف اولشان ایثار و شهادت است و خیلی از مردم، اینجا شالبه، خیلی از مردم راضی هستند گرانی و مشکلات متعدد بیشتر بشود ولی حجاب خانوم ها اسلامی باشد، مردم میخوان. اگه مردم میخواستن هم چیزی رو که دیگه تو دادت بلند نمیشد که همه بی حجاب دارن میرن و نیرو انتظامی هم کاری نداره، پس مردم نمیخوان. اما وقاحت چیز دیگری است. الان که دولت مونده در این کار و دیگه اختیار از گرانی و بی سر و سامانی گذشته، میخوان هی بگن مردم، آره مردم میگن گرونی باش اما بی حجابی نباش. اینجاست آقای قرائتی که آدم از خنده رو دور میشه، منتها میگه کارم از خنده گذشته است، کارم از گریه گذشته است، چنان میخند چنین میخندم. به هر حال وقت من بدبختانه در اینجا تمام شد، از نظر شما خوشبختانه، و تا درودی دیگر بدرود و برنامه‌مو با این چام ختم می‌کنم. زاهد چه بلایی تو، زاهد چه بلایی تو که این دانه تسبیح از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد. شب و روزتون خوش، تا درود دیگر بدرود و پاینده ایران.